جان سوبکو، بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان گفته است که طالبان یک بخش عمده از کمک‌های آن کشور را در راستای منافع خود به کار می‌برند. وی روز سه‌شنبه 23 آبان در مجلس سنای آمریکا برای آنچه که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان می‌گذرد شهادت داده است. او در گزارش 8 صفحه‌ای خود گفته است که طالبان در حال منحرف کردن کمک‌های آمریکا هستند و یا در غیر این صورت از مقدار قابل توجهی از کمک‌های واشنگتن بهره‌مند می‌شوند. همچنین یافته‌های سیگار نشان می‌دهد که طالبان کمک‌های غذایی ایالات متحده را به سربازان خود منتقل کرده و همچنین از دریافت کنندگان کمک مالیات گرفتند. همزمان با این، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا که روز سه‌شنبه 23 آبان یک جلسه پرسش و پاسخ برای بررسی خروج آمریکا از افغانستان برگزار کرد، از ارسال و نظارت بر کمک‌های آمریکا به افغانستان انتقاد نمود. وی اظهارات مقام‌های آمریکایی درباره طالبان را ستایش‌آمیز دانسته و افزود که طالبان با سازمان‌های تروریستی مانند القاعده همکار است و به تحریک طالبان پاکستان سلاح می‌دهد. مرتضی مطهری کارشناس مسائل سیاسی از اسلام آباد با ما هستند. آقای مطهری سلام، وقت شما بخیر. سلام به شما و سلام به تمام بینندگان شبکه جهانی آمریکا، در خدمتم. آقای مطهری، این چندمین باری است که سیگار از حیف و میل کردن از حیف و میل کمک‌های جهانی سخن می‌گوید و آیا طالبان به دور از چشم آمریکا به کمک‌ها دستبرد می‌زند یا اینکه واشنگتن آگاهانه به طالبان پول می‌فرستد؟ بفرمایید. راجع به کمک‌های جهانی باید صحبت شود. متأسفانه کمک‌های جهانی که وارد افغانستان می‌شود، در قدم اول این کمک ها به صورت اقوامگونه در افغانستان توزیع میشه. مثال کمک هایی که از جهان وارد افغانستان میشود، این کمک ها در گام اول به نیروهای امارت اسلامی یا طالبان و افراد خاص طالبان توزیع میشه. بعد از اینی که از نیروهای طالبان بیشترش رو به اقوام پشتون توزیع میکنه. حالا ما شاهد هستیم در مناطق مرکزی، مناطقی که هزارجات است، مناطقی هزارها و شیعه افغانستان زندگی میکنه، به شمول بامیان، دایکندی، غور، بامیان، مزار شریف و همچنان دیگر هزارهایی که در نقاط ولایت‌های افغانستان زندگی میکنه، با اونها هیچ کمکی نمیرسه. از 100% کمک‌های جهانی که وارد کابل میشه، از 100% 10% این کمک‌ها به مردم هزاره و شیعه افغانستان تقسیم میشه. ما بقیه همه به نیروهای طالبان و همچنان به اقوام خاصی که طالبان انتخاب کرده، این حکومت فعلی افغانستان حکومت قومی است، کمک ها متخصص و متعلق به قوم پشتون افغانستان است، این کمک ها به دیگر اقوام افغانستان نمیرسه. جناب حسینی، ما باید گفت که این کمک ها به مردم افغانستان نمیرسه، به قشری که نیاز به کمک داره به اونا نمیرسه. این کمک ها به صورت مساویانه تقسیم نمیشه. تقسیم کمک ها به صورتی است که در گام اول به نیروهای طالبان داده میشه، در گام بعدی به قوم پشتون داده میشه، در گام سوم به کسایی که پیرو اهل مذهب اهل سنت است به اونا تقسیم میشه، در گام آخر به اهل تشیع تقسیم میشه. ما از این گزارش ها استقبال میکنیم. واقعیت است چنین گزارش ها. بله. از خروج شتاب زده آمریکا و تسلط طالبان در افغانستان 2 سال میگذره. دلایل داغ شدن دوباره این موضوع در کنگره آمریکا چیه؟ متاسفانه خروج آمریکا از افغانستان و نظام جمهوریت افغانستان که از هم پاشید، دلایل گوناگونی وجود داره. یک از دلایلش رابطه خوب آمریکا با طالبان است. ما شاهد هستیم گروه حقانی که امروز نصفی از خاک افغانستان تصرف کرده، در بلندترین مقامات حکومت فعلی افغانستان گروه حقانی حضور داره. در گام اول گروه حقانی توسط آمریکا تأسیس شد، ما را شاهد هستیم. و همچنان خروج آمریکا از افغانستان و سقوط نظام جمهوریت توسط آمریکا و حامیان آمریکا و توسط طالبان، ما به این موضوع بسیار مکمل اشاره میکنیم و بسیار آگاه اشاره میکنیم که رابطه طالبان با آمریکا بسیار محکم است
سقوط نظام جمهوریت و خروج آمریکا یک پلان بود که پلان قبل از قبل در قطر بین رهبرای طالبا و بزرگان آمریکا در پد به تصویب رسیده بود که باید نظام جمهوریت سقوط بکنه، طالبا بار دیگر بر افغانستان قدرت بکنه و بار دیگر در افغانستان حضور پیدا بکنه. آقای مطهری، اخیراً از ضعف طالبان در برابر داعش نیز سخن گفته شده. آیا این به معنای ختم تاریخ مصرف طالبان برای آمریکا محسوب میشه؟ در هر گام اول باید آدم راجع به داعش و طالب صحبت بکنه. این دو گزینه، هر دو گزینه های تروریستی است که در تمام جهان خطر زاست. طالب هم یک گروه تروریستی است و همچنان داعش هم. هر دو برای کشورهای همسایه افغانستان و کشورهای آسیا خطرناک است. احتمال می ده که هر روز مورد کشورهای همسایه افغانستان مورد حمله قرار بدهد. راجع به این موضوع، داعش و طالب بسیار روابط خوب داره، بسیار روابط محکم داره. پلان هر دو، برنامه هر دو یکی، هر دو مردم هزاره و شیعه افغانستان مورد قتل عام و کشتار قرار داده. هم مردم افغانستان توسط طالبان مورد حملات انفجاری قرار گرفته و هم توسط داعش، هر دو فرق نمیکنه برای مردم افغانستان. تنها گزینه که فعلا تلاش آمریکا در است که بار دیگر طالبان مثل دوره گذشته از خاک افغانستان برانه و بار دیگر طالبان در افغانستان شکست بده. یعنی ما این احتمال میتیم که طالبا در افغانستان به مدت 5 سال مثل دوره قبلشان حکومت بکنه، قدرت بکنه، بعد 5 سال بار دیگر آمریکا وارد کابل شود، وارد افغانستان شود، بار دیگر طالبا را از افغانستان فرار بده و بار دیگر حکومت به دیگر خواهم مردم افغانستان بده. بله، ممنونم. با تشکر از مرتضی مطهری که از اسلام آباد با ما بودند.